اینجا شهر هانوفر هستش و الان تظاهرات بر علیه نژادپرستی در جهان هست. امروز در خیلی شهرهای آلمان تظاهرات بوده. من امروز میخوام با تجربه بزرگترین نژادپرستی که خودم دیدم، با چشمان خودم دیدم، برای شما عزیزان یک ویدیو تهیه کنم. راستش تجربه ما از نژادپرستی مربوط به یک اتفاق میشه که در مترو افتاد. ما توی مترو بودیم و با همسرم بودیم، تو مترو نشسته بودیم، داشتیم میرفتیم و یه دفعه شنیدیم که یک آقایی که متوجه شدیم مال کشور افغانستان بودن، یه مقدار اونورتر یه دفعه دیدیم که دارن بهشون فوش میدن و برامون خیلی عجیب بود. مردم دیگه هم که کنارشون بودن یه مقدار نگاه میکردن، یه مقدار حالا سعی میکردن مثلا خشم و ناراحتی خودشون تو چهره نشون بدن، کسی کاری نکرد و یه نفر داشت به اون آقا فوش میداد. من بلند شدم رفتم، ما نشسته بودیم من و همسرم، بلند شدم رفتم به این آقا گفتم که اینجوری زدم رو شونش، گفتم عزیزم بیا اینجا، بیا اینجا، مثلا ما یه 7-8 متر اونورتر بودیم. اومد و گفتم بیا بشین رو صندلی. اومد نشست رو صندلی، دیدم داره از چشمش اشک میاد، داره گریه میکنه و بهش سعی کردم دلداری بدم، بگم که اشکال نداره، ما خیلی بده، خیلی ناراحت کننده است، من و همسرم هم توی آلمان هستیم، ما اونجا زندگی میکنیم و این شرایطو الان شما ممکنه دارم اینا رو میگم یه دفعه تعجب کردید، گفتید ها تو آلمان زندگی میکنی؟ آره عزیزم، مترو، نه مترو هانوفر، مترو تهران. بزرگترین مشکل، بزرگترین اتفاق نژادپرستی بگم که من در زندگیم دیدم در تهران بوده. اینو تا حالا نگفته بودم. یک بار یه ویدیو درست کردم گفتم بزرگترین نژادپرستی که خودم تو آلمان برام پیش اومده، بله تو آلمان بوده، اما چیزی که دیدم و بسیار زشت و شنیع بود و فکر میکنم امروز که این مراسم اینجا هستش جاش هست که من راجع به این موضوع صحبت کنم، در تهران بود. ما داشتیم با مترو میرفتیم، این اتفاق افتاد و یه پیرمرده بود داشت به اون آقای فوش میداد همینجوری. نمیدونم حالا پاش رفته بود رو پای این بنده خدا چی شده بود، یعنی برعکس پای این بنده خدا منظورم، یعنی رفته بود پای آقای داشت همینجوری فوش میداد و من اومدم بعدم با این آقا صحبت کردم، این آقا داشت گریه میکرد و این ماجرا گذشت. توی یوتیوب ما ویدیویی که بهتون گفتم درست کردیم، خیلی اومدن کامنت گذاشتن که ما تو ایران از مردم افغانستان بودن که یه زمان ایران زندگی کردن و الان در آلمان هستن. این عزیزان اومدن گفتن بیشترین مشکل نژادپرستی که تجربه کردن در زندگیشون تو آلمان نبوده، تو ایران بوده. من واقعا به عنوان یک ایرانی بابت این مسئله خیلی متاسفم و چیزایی نوشتن، ما رو توی صف نونوایی کتک می‌زدن، ما رو بهمون چاقو می‌زدن همینجوری. و ببین حالا شما ممکنه بگی از کجا معلوم، از کجا معلوم درسته، از کجا همه اینا قسم میگیم اوکی، اونی که خودم به چشمای خودم دیدم چی، راجع به اون چی می‌خواید بگین؟ فاجعه بود. من نمی‌خوام بگم چه فوشی به این بنده خدا داد، ولی توی مترو بلند شد شروع کرد فوش دادن به یک فرد افغانستانی عزیز و این واقعا فاجعه آور، واقعا باعث تاسف. هیچ به قول آلمانی‌ها اکلرونگی برای این موضوع نیست. اگر کسی بگه که آقا من تجربه بدی داشتم با یه شهروند افغانستان تو تهران، اون قضیهش جداست. اصلا چرا ملیت رو قاطی می‌کنی؟ بگو من با یه انسان تجربه بد داشتم. منم میگم یک انسان که مال کشور افغانستان بوده، این تجربه بسیار زشت و شنیع رو در مترو باهاش انجام دادن. و فاجعه ما کجاست دوستان؟ براتون توضیح میدم، با من بیاین. فاجعه اینجا بود که اون شخص، یا فاجعه اینجا هست، من نمتبتون با اطمینان میگم، این شخصی که خودش به اون شهروند افغانستان بی احترامی میکرد و فوش داد، خود ایشون وقتی که زمان بگذره یک ساعت بعد از مترو پیاده بشه، تو ایستگاه تجریش پیاده بشه بره و داره از خیابون رد میشه، یک ماشین، یک 206 هی گوستش ایش آلس گود که دوستانم بود، خود ایشون وقتی از مترو پیاده بشه بره بالا، یه ماشینی باشه مثلا، حالا یه ماشین تویوتا یه چیزی باشه جلوی ایشون، یه دفعه بپیچه، ممکنه پنجره رو بکشه پایین، یه فوشی به اون پیرمرده بده، به همون پیرمردی که به اون شهروند افغانستان فوش میداد، و بعد این ماشین تویوتا سری یه چهارراه دیگه ممکنه جلوی یه مازراتی بپیچه، اون شخص بلند میشه چهار تا توهین به این یکی میکنه. عزیزان من، این یک چرخه معیوبه،
این مشکل نجات پرستی و مشکل این که من میخوام از تو برتری داشته باشم، میخوام بهت فوش بدم، میخوام بهت تحقیرت کنم، چون خودم تحقیر شدم. این یه چرخه است. هر کسی که تحقیر میکنه، کامنت های ویدیوها رو بخونید، ویدیوهای ما پر از تحقیره، توش خیلی ها میان تحقیر میکنن، ولی من دلم برای این افراد میسوزه، چون اینها خودشون در زندگیشون هم تحقیر شدن که میان الان این عقده های قدیمشون رو میخوان روی یک کس دیگه خالی کنن. به چهرت ایراد میگیرن، به قیافت، به نوع صحبت کردنت، به مدلت، به همه چیت ایراد میگیرن و یه سری آدم دیگه هم به خود این عزیزان ایراد میگیره. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که همین امروز، از همین لحظه، از همین ویدیو شروع کنی. بگی منی که اگه قبلا ویدیوهای حسین عابدی رو میدیدم و براش کامنت مسخره یا توهین آمیز میذاشتم، امروز یه پله برم جلو، چیزی نگم، بگم آقا اگه خوشم نمیاد دیگه دیدم نگاه نکنم، یوتیوب هم میفهمه دیگه ویدیوهاشو بهت نشون نمیده. اگر هم خوشم میاد نگاه کردم، حالا لایک نمیخوام بکنم، حداقل توهین نکنم. توهین نکنیم تا کسی بهمون توهین نکنه. و راجع به نژاد پرستی هم فقط همینو بگم، آلمان یک خوبی خیلی بزرگ برای من داشت و اون این بود که کشوری بود با کلی ملیت‌های مختلف و اینجا شما یاد میگیری که همه رو دوست داشته باشی. درسته اسم این کشور بد در رفته و آدم خیلی چیزهای نژادپرستی هم میبینه، من خودم هم دیدم، آلمانی ضد خارجی هم کم ندیدم، اما میتونم بگم تجربه ای که من دیدم، نژادپرستی که تو کشور خودمون دیدم، خیلی خیلی بیشتر از نژادپرستی بود که در آلمان دیدم. همسر من وقتی توی خیابون قدم میزنه، چهرش، پوششش ممکنه با آدمای دیگه این کشور فرق داشته باشه، اما درصد اون کسایی که احترام میذارن با درصد اون کسایی که بی احترامی میکنن رو مقایسه بکن و با تو کشور خودمون مقایسه بکن. این خیلی غم انگیزه. بیایم از امروز همدیگر رو دوست داشته باشیم. بیایم از امروز هر انسانی، انسان نه، هر موجودی رو دیدیم سعی کنیم اون موجود رو دوست داشته باشیم. میتونه انسان باشه، میتونه حیوان باشه، همه موجودات رو دوست بداریم تا خودمونم دوست داشته باشیم. نه به نژادپرستی. تا یک ویدیو بعد، خدا نگهدارتون. خداحافظ.